این تفکر و فکر عبس که تا به حال قضیه رو کش داده به مرحله‌ای که رسیدیم. از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی بازی اخاذی رو خوب یاد گرفته، میخواد ادای کره شمالی رو در بیاره و با یک نوع بلکمیل دنیا رو وادار بکنه به عقب نشینی و یه نوع سازش. البته تفاوت عمده بین کره شمالی و جمهوری اسلامی این هستش که خب کره شمالی افتاده اون گوشه و متاسفانه ملت کره شمالی دارن زیر اون دیکتاتوری کمونیستی له میشن، ولی کره شمالی قصد صدور انقلاب و به هم زدن دنیا رو به اون شکل نداره، میخواد مکسیموم یه نون آبی بگیره، داره اخاذی رو به اون شکل میکنه. جمهوری اسلامی داستان دیگری است و کل منطقه رو میتونه با آتش بکشه و دنیا بالاخره باز بفهمه که وادادن و زیر بار این اخاذی جمهوری اسلامی رفتن نه تنها خنجری است به پشت ملت ایران، بلکه نهایتاً به ضرر خودشون تمام میشه. اگر بالاخره برسن به این نتیجه، همطور که مردم ایران امروز به این نتیجه رسیدن که باید از این نظام گذر بکنیم، بنابراین تمام حساب باید بره رو تقویت این ملت، حمایت از خواسته این ملت، پشتیبانی از خواسته این ملت، به خصوص کشورهای دموکراتیک غربی. اگر ادعاشون حقوق بشر و آزادی است، مگه شعار مردم غیر از حقوق بشر و آزادی چیز دیگری است؟ ما سعی کردیم همیشه صدای ملت خودمون رو به جهانیان برسونیم و از طرفی مردم ایران با تمام هزینه‌هایی که پرداختن صداشون رو بلند کردن و مستلزم یک جواب قاطع هستن. ما در صورت وقتی میگم ما، کسانی که خارج از ایران هستیم، همه کار داریم میکنیم که تا اونجا که ممکنه محوریت بحث برگرده رو تقویت مردم ایران، حمایت از مردم بیپناه و بیدفاع ایران، و زمانی بشه که ریزش‌هایی که داره کم کم در حکومت به وجود میاد من جمله در بخش انتظامیش به سود مردم تموم بشه و نهایتاً نظام خودش رو به کلی بدون اتکا و تکیه به هیچ جا ببینه، حتی کشورهایی که فکر میکنه هواش رو خواهند داشت. در صورتی که میدونیم که الان که قضیه چین هستش، بیشتر پولای ایران در چین بلوکه هستش، چطور به جامعه رسامی نمیرسونن؟ رژیم داره پولش ته میکشه، دیگه نمیتونه حقوق بپردازه به کارمنداش، به عوامل اجیر شدهش، یه جاش بالاخره میفته. تمام این بامبولا، تمام بازیها آخرین تیر ترکش و اخاذی است که نظام داره سر میکنه. از این لحاظ حواس همه باید جمع باشه، قبل از هر چیزی مردم خودمون، دوم کسانی که میخوان در این راه کمک بکنن به مردم، و نهایتا جهانیان بس بالاخره اینو درک بکنن. آخرش هم به اینجا میرسیم دوست عزیز. من بارها اینو گفتم، ما یادمون نمیره چه کسانی در این وضعیت سخت همراه با مردم ایران بودن و کدوم دولت‌ها به مردم ایران پشت کردن. این از خاطر ما فراموش نخواهد شد، چون فروپاشی نظام قطعی است. کی نمیدونم، ولی قطعی است. فردا چه خواهیم کرد؟